آقای دکتر، شما محبت میکنید منو با ابوالفضل زشتی بودید؟ به هیچ وجه. شما هم از من خوشتون نمیاد. باش آقا، ما هم خدایی داریم. آقای دکتر، من سر میدان پیاده کنم. برگشتنی هر ساعتی دستور بودید میام اونجا منتظر شما میام. صد درصد قبول نکرد، ولی گفت تا چند ماه دیگه یکی از معلماش بازنشست میشه. منم گفتم تو با رتبه خوب فارغ التحصیل شدی، سطح علمیت بالاست. آخرش قبول کرد. باور نمیکنم. مگه چه بدهی به شما داشت که قبول کرد؟ جانش نهار مهمون من. امروز نمیتونم، یه کار واجب دارم، ولی بعد از ظهر میبینمت. هر جا گفتی پیادت بکنم دیگه. خیلی بد شد اینجوری. اشکال ندارم، دفعه بعد. ستار جان چرا دیر کردی؟ رفت؟ سلام. سلام. سلام، کجا با این سرعت؟ شما چرا انقدر دیر؟ موفق شدی؟ بله، 100% دو سه ماه دیگه رشتم. دم دکترت گرم. فریبا جان پروازت دیر میشه، الانش هم دیره ها. من اگه دیر برسم تقصیر این آقاست. ممنون که صبر کردی. اجازه مرخصی میدی؟ کی برمیگردی؟ برای چی؟ خب من برگردم تو هم باید بیای دیگه. امسال که نمیتونم، ولی برای دابستون درخواست انتقالی میدم. فریبا بجون. خدافظ مامان جون. به سلامت. چرخه رو میدادم بالانس، فرمونش میزنه. حالا جده است آقا، از وقتی کامیون های کارخانه افتادن توی این مسیر جده خراب شد. شعبانه پنچر کرده بیار دکتر، یه دقیقه وایسا. سلام شهرمان، پنچه کردی؟ دیروز زپاسم، امروز هم چرخستم در راننده. گفتم میرم پایین میدم پچنگیری. واقعا بی عقلی کردی. حالا اشکال نداره، در باز بکن، لاستیکات بذار بالا تا پیش نعمت میرسونم. میبینی دکتر، 100% بی عقلی کرده. حالا شما هی بگی. لاستیکات بذار بالا بگی. خواهم چون فرمون هم باید جور میزنه. چیزی به میکنگی نمونده، رسیدیم به نعمت میگم نگاه کن. دستت درد آقا. املت مهمان من. املت؟ خجالت نمیکشی میشه دکتر؟ صفا آوردین. بفرمایید.
سلام. سلام نعمت. سلام. سلام. سلام آقای دکتر. سلام. سلام آقای دکتر. سلام آقا نعمت الله. بفرمایید. سلام خانم. سلام شما. بفرمایید. بفرمایید. سلام نعمت. سلام شما. بفرمایید. بفرمایید. خوش اومدید. آقا نعمت الله یه نگاه به چرخای ماشینو میندازی. داشتی میامدی میذاری جیرجیر میکرد. پیچ خدا بهتون رم کرده شون یعنی با دو تا پیچ میرسنه اینجا این که فقط دو تا پیچ داره آیا دکتر یه لیوان آب بش بده شهربانو بله برای آقا نظیر آب بیار چشمانم بیار بفرمایید آقا دست شما درد نکن آخرین بار کی پنجشیشو گرفتین؟ بیشتر از یک ساله کار چی یعنی؟ یعنی کار کسیه؟ 100% مگه پیچه خود به خود باز میشم مگه؟ بعد بدیرم انتظامی زنگ بزنیم نمیخواد من خودم پیداش میکنم هر کی باشه پیداش میکنم نمیخواستن ما رو بکشن شاید منظورشون منو ستار بوده از کجا میدونستن که شما هم تو ماشینی حالا که منم بودم منو بگو واقعا بیعقلی کردم از این بابت دو زباسه حرکت میکنم آقا نعمت جا قضا حاضره بفرمایید دکتر بفرمایید من چند تا پیش پیدا میکنم درستش میکنم بفرمایید بفرمایید از خودتون فزیره کنید بفرمایید خواستن منو بکشن بهانه‌ای باید بهش بگیم شنیدیم که آقا خان توی کوهستانه واقعا؟ شایع است بریم مگه اینکه دستم بهشون نرسه بگردین پیداشون کنیم چرا میخواستن منو بکشن؟ از کجا معلوم میخواستن شما رو بکشن شاید منظورشون دکتر بود آقا غیر از من و شما کسی با دکتر ناراحتی نداره که بگردیم پیداشون کنم شایع شده که آقا خان به کوهستان برگشته منم شنیدم همه جا هست و هیچ جا نیست یه آدم امینی پیدا کرده منو بهش وصل کنه خدا کنه نانمون تو روغن میفته باید حواسمون رو جمع کنیم خودمون نیفتیم تو روغن دو آقا خان میگن خیلی بیرحمه اون اگه بفهمه شما چقدر به کارتون واردید خودش پا پیش میذاره آقا اگه پیگیرم نبود این آدم رابط پیداش نمیشد اون بالا چی کار میکنه آقا؟ چه میدونم تو کوه دنبال آنتن میگرد وای جبه چرخای ماشین به هیچی بند شده بود شاید اگه 10 کیلومتر بیشتر رفته بودیم در آمده بودم پس با این حساب خدا دوباره تو رو به مادرت داد یعنی برای تو مهم نیست؟ یعنی چی که مهم نیست؟ این که دوباره خدا منو به مادرم داد نه تو ای وای باز تو تفاهم
استاد، فیلسوف، طبیعیه که تو برای مادرت مهمتری. ولی برای من تو مهمتری. ممنونم. قول بده دیگه این مدت که اونجایی هرس نخوری. اقلا این دو سه ماهی که قراره اونجا باشی لذت ببر. حالا دیگه حالم خوبه. خدا رو شکر بالاخره تو یه بار گفتی حالم خوبه. مرخصی اومدی یه بار بیا بالا. اینجا جاهای دیدنی زیاد داره، مخصوصا یه جایی هست به نام تلکو. تعریفشو خیلی شنیدم. قراره با دکتر بریم اونجا. پس حتما عکس بگیری یا؟ حتما. حس عکاسیم اومده شدید. الان برات یکی میفرستم. نزنی ها ای پایش کنم خدا به بی کسی من رحم کرد. یکم مراقب زندگی باش نزن، همه جا حرف تو. بیاین شام آماده است. کشتمت مادر دواسمونه پرت کرد. دهن مردم رو میشه بست؟ معلومه که میشه بست. نمیشه بنفشه. این ابوالفضل چولاغ ریغ رحمت داره سر میکشه، بدتر از همست. هر کی میری پیشش عیادت از من بد میگه. باید برم باش حرف بزنم. بهش بگم مردم من چی میخوای از جان من؟ ناسلامتی خودشو با خدا با نماز میدنه، من کافر. این کارو نکن نظیر. هر بار میگی دوباره من میگم نرو دیدنش. یعنی اجازه بدم پشت سر من پیش اون دکتر مزخرف بده؟ یه غریبه شده محرم راز زندگیش. شالی زاران خنباله میرفتد به ناز با سرود شالی کاران. شالی زار سبز و بیدار. خواب اینم دزدیده. داشت میرفت بیرون حال نداشت، برگشتنی سر حاله. نمیدونم با این دکتر کجا رفته بوده. تو به کار این کار نداشته باش. من چیکار کردم؟ چرا اینجوری با من حرف میزنی؟ چی میگم سرت به کار خودت باشه. دوست ندارم مردم پشت سرت حرف بزنن. مردم نمیتونن از خودشون بهتره ببینن. اونا ندارن، تو داری. ساده ای بنفشه. همه افسوس زندگی تو رو میخورن. صحبت سر داشتن و نداشتن نیست. سر چی؟ چی میگن؟ نمیگم. نمیگی؟ برو از خودشون بپرس. از کی؟ از دوستای خودت. میخوام از زمان تو بشنوم. من نمیگم. تو خیلی بیجا میکنی نمیگی. میخوای پاشم؟ میگم بابات قاچاق چیه؟ چی؟ بابات قاچاق چیه؟ اون وقت تو هیچی نمیگی؟ دروغ میگن. کدوم قاچاق؟ کدوم سند مدرک از من داره؟ اینا اون حرفایی که اون ابوالفضل نامرد انداخت تو دهن همه مردم. اون وقت پسر ناخلفمون بهم میگه قاچاق چی؟ پسرت نمیگه، همه میگن. پس بگو بیا منو بگیرن دیگه. حجت گفت به بچه ها بگم زودتر بیان غذاشون رو بخورن، نیم ساعت دیگه به نوی شب مونده. با حجت بگم از بچه ها نظافتکاری داشتن خستن، اقلا امشب خاموشه نونیم بزنه، فردا هم که جمعه است. بینید اگه آقای پیلور بفهمه چی میشه. آقایان توجه کنید، آقا حجت گفته من رأس ساعت 9 خاموشی رو بزنم. آقا Thank you.
تا حالا تو زندگیم همچین عروسی نیده بودم. عجب. پول بودی خرج کرده بودم. اینو میخوردی اون یکی. اون یکی میخوردی اون یکی میاد. مرکز استان بود عروسی؟ نه، وسط حیات. وسط مرکز استان بود. توی تالار گرفته بودن. به سب خردیم عروس و داماد سوار اسب کردن. چه جالب. آقا. تو عروس خانم سوار اسب شد، اسب اسب رم کرد، فرار کرد دیگه. عروس خانم گیق ما دنبال اسب، اسب بود ما بود، اسب بود ما بود. باز بده به من، پیمان گوشه راست. به چی میخندی آقای سیگارودی؟ به بچه ها رو نشون میدی همینه دیگه. با تو میده شیشه دفترم بشکنه. ترسیده بودی نه؟ ترسیدم ولی نه دیگه. آقا چی شد؟ ساتانان توپو بگیره دارم. کار هر کی بوده خودش بیاد دفتر. آقا ببخشید. تو اومد زیر پام، حوض کردم شوت بزنم. اینم شد نتیجهش. این بچه ها بیگناه هم. خوبه فوتبالیست نشدی. نمیخواد تو برو ماشین تمیش کن. فوتبالیست میشده چی میشه؟ آقا من بابت این اشتباه آشکار از شما جناب سیگارودی عذرخواهی میکنم. عذر چی آقا؟ از تر زهر ترک شد آقای کاکرودی. من زهر ترک شدم؟ نیم ساعت بعد از شکستن شیشه از زیر میز کشیدیمش بیرون. آقای کاکرودی لطفاً توپو محبت کنید. فوتبال دیگه تعطیل. استاد گناه این بچه‌ها چیه؟ مکس هستم خوبی؟ منو نگاه کن. ای وای ساسانو کشتن. خوبم آقا، خدا رو شکر نترسید. من قبلا نوک حمله بودم، هدای وحشتناکی میزدم، وگرنه این شوت سنگین گردنمو میشکست. نه خیر، این دیگه 100% جریمه داره. من از هرچی بگذرم از سر ساسانم نمیکنم. جریمهش هرچی باشه من با کمال میل قبول میکنم. شما امر بفرمایید. میخواین الان ببرمش دکتر؟ لازم نکرده. فعلا تا چند ماه آینده دبیر زبان بهمون نمیدن. شما باید جورشو بکشید. با اینکه خیلی سنگینه ولی چش. چیه آقای امیدوار؟ کیفت کوکه. بچه ها معرفی میکنم دبیر جدید زبانتون آقای امیدوار. به افتخارش. این رسمن اعلام کردم که حرفی توش نباشه. ساسان خودتو جمع کن دیگه. پاشو. باشه. بچه ها امروز میخوام ببینم سطح زبان انگلیسیتون تو چه حدیه. کوهنورد یه جمله انگلیسی بگو. How are you? I am not Amir Hussein. علیرضا تو یه جمله بگو. Hello My name is علیرضا. قاسم تو این جمله رو بگو. من به حیوانات علاقه دارم و در خانه ما یک اسب و یک خروس است. I love animals and I have horse and chickens. درست. محمد نبی تو یه جمله بگو. I want to be actor in future and I like this job very much. ساکت بکن. ساکت خانوم و ساکت. یکی بلندش خیلی واضح و شفاف توضیح بده چی شده. آقای امیدوار باور کنید من دیدم خانوم و مادرم با هم دعوا میکنن، با هم حمله میکردن.
باور کن آقا، من ترسی رفتم به خانم عزیزی گفتم، الان اونو به من میگن خائن، به من میگن جاسوس. آقای امیدوار، این خانم میدونست ما داریم چی کار میکنیم، ولی عمدن گزارش داد. حالا خانم عزیزی هم میخواد به خانم مدیر گزارش بده. خانم مدیرم خانواده هامونو میخواد. دعوا شما سر چی بود؟ آقا کدام دعوا؟ آقا من و خدیجه با لیلی و سارا از دوستان صمیمی هم هستیم. آقا ما هم اتاقی هم هستیم، دعوا میکنیم با هم. آقا نه بخونم تشنن، الکی میگن. دروغ آقا، من دارم یه نمایشنامه مینویسم. آفرین، منم زمان دانشجویی تئاتر کار میکردم. آقا بعضی صحنه ها رو با بچه ها تمرین میکنم تا دیالوگاش در بیاد. توی یه صحنه درگیری شدید بین سه تا زن در میگیره. این صحنه رو داشتیم تو خوابگاه تمرین میکردیم که خانم اومد و دید. بعدش هم رفت گزارش داد. شما به خانم عزیزی توضیح دادید؟ بله، ولی خانم عزیزی قبول نکرد چون که گلنار پرش کرده بود. شما چی به خانم عزیزی گفتی خانم؟ خانم عزیزی خودش فهمید. چی رو فهمید؟ وقتی که ما دیدن دعوای اصلیشون رو به جای نمایش جا زدن. حلیمه خانم هم شاهد بود. باور کنید آقا، داشتن دعوا میگرفتن، الکی میگن نمایش بود. آقا اینو بخونیم ببینیم توش دعوا داره یا نه. شعبازی دخونه هستن، لیلا دست نرگس را میگیره، دروغ گو. تو نامردی، تو به رعنا دروغ گفتی. ضربه به سینه تو میزنه، رو به عقب پرتاب میکنه. اینو شما نوشتی؟ بله آقا. آفرین، فکرشم نمیکردم، روم کم شد. من با خانم عزیزی صحبت میکنم. باور نمیکنه، پرش کردن. میتونین همین صحنه رو جلوی خودشون اجرا کنین؟ بله آقا. پس بریم پیشش. بفرمایید شروع کنیم. دروغگو، تو نامردی، تو به رعنا دروغ گفتی. دروغگو تویی، تو از جان من و رعنا چی میخوای؟ دستتو بگش درست صحبت کن، وگرنه نفس تو میگیرم. نفسمو بگیر ببینم. ای ولش کن زهرا، چرا هار شدی؟ همه اینا زیر سر تو لیلی، تو به رفیقت خیانت کردی. من یه بار دیگه این حرفو بزنی خفت میکنم. بلم تو لیلی، ولش کن. بچه‌ها بس کنین، بس کنین بچه‌ها. لیلی بس. خانم اینجا نمایش بودیم که گلنار اومد. تو این صحنه رو دیدی گلنار؟ بله خانم. اینا مگه به تو نگفتن دارن تمرین میکنن؟ گفتم، ولی من فکرم از ترس میگن نمایشه. از این به بعد تا به یقین نرسیدی هیچ حرفی نزن گلنار. چشم خوار. آفرین، آفرین، چقدر با استعدادی. آفرین خانم، تبریک میگم، داشتن چنین دانش آموزانی باعث افتخاره. منم از شما ممنونم که باعث شدیم ما به سوی تفاهم نیفتیم. البته اینجور فکر نکنید که من قصد تنبیه کردن این بچه ها رو دارم. خیلی از این موارد پیش میاد، اما من تا نفهمم واقعیت چیه دست به هیچ کاری نمیزنم. اگه میبینیم من تو نظم عمومی یکم سخت گیر هستم، جناب آقای امیدوار، فقط به خاطر این بچه هست. من مثل یه خواهر دوست دارم تک تک این بچه ها تا مدارج عالی به تحصیلات خودشون ادامه بدن. البته خودم همچنان علاقه مندم که ادامه تحصیل بدم و لیسانسمو بگیرم. خوشا به حال همسر شما که سعادت همنشینی با شما رو دارن. من هنوز ازدواج نکردم جناب آقای امیدوار. ای وای، عجب اشتباهی. ببخشید. خواهش میکنم. اگر اجازه بدی من دیگه مرخص بشم. چای نخورده؟ این چایی که دیگه سرد شده آقای امیدوار. حلیمه خانوم، حلیمه خانوم بیا این چایی رو عوض کن. من سرد می نوشم ممنون. این که دیگه یخ کرده. بفرمایید، بفرمایید بشینید. بچه ها دهنتون رو شیرین کنید. برده گل نه. بفرمایید جناب آقای امیدوار. میل بفرمایید، خیلی خوشمزه است.
بچه ها میتونین تشریف ببرید. بفرمایید. ممنون آقای امید. بچه ها از این به بعد همه مشکلات به دست آقای امید بوده. اوه چقدر داغه. ببخشید من دیگه بیشتر از این نمیتونم سر کنم، باید برم سر کلاس. با اجازت. خدا نگهدار. جمع کالی میخوام. امروز چه درسی داشتیم؟ ریاضی. خیلی خوب کتاب رو داره. آقای دکتر آمپول میخواد. آفرین پسرم. میشه اسم این زهرماری اینقدر جلوی این بچه نگیری؟ وای بچه ها دکتر عجب حوصله ای داره. بچه ها چای میخورید؟ آره. بسلام آب نمک غرغره بکنی؟ حالت خوب بشه. باشه پس یاد نره آب نمک چجوری غرغره میکنم؟ نه بگو. آها آفرین آفرین. یه دونه شربت هم براش میپرسه. آقای دکتر با آمپول زودتر خوب نمیشه؟ نه نه لازم نیست، با آب نمک حالش خوب میشه. من شربت هم برای شما بنویسم. شربت گریه نکن خوب میشی. کمر درد فقط با آمپول خوب میشه. یونس این چه کاریه؟ بده به من آمپولو. میگم بده به من آمپولمو. بده این آلوده است، نباید بهش دست بزنی. درد داره، کمر درد داره. آمپولمو بده. دیگه هیچ رفاقتی بین من و تو نیست یونس. 10 بار به تو نگفتم به آمپول داروهای من دست نزن؟ Thank you.
چرا گریه میکنی یونس؟ برو نامرد. من نامردم؟ دکتر سلام دکتر. یونس چرا گریه میکرد؟ هنوز تو توهم اینه که دکتره. آخرش خون این الاغ گردن ما رو میگیره. یه بیمار خانم داریم اون خانم. با هم بریم ببینیم چه خبره. سلام. چی میخونی؟ آقا سعیدی. سهراب سپهری. آقا دو شهر دیکنز. پس همگی دست به قلم هستی؟ بله آقا. سارا نویسنده است. بله. متنشو خوندم. نمایشنامه می‌نویسه. بچه های پیشنهادی دارم. سارا نمایشنامه بنویس همینجا اجراش کنی. اینجا؟ منظورم دبیرستانه. دخترانی آمفی‌تئاتر کوچیک‌تر. فقط دخترها بازی کنن؟ نه، مگه متن نمایش سارا راجب دختراست؟ نه آقا، عاشقانه است. تمش گذشت و فداکاریه. خب، پس پسر هم نقش داره. بله آقا. ولی ما رو که تو مدرسه دخترانه راه نمیدن. اجازهش با من. روخانی رو همینجا انجام میدیم. به میزانسن که رسیدیم میریم آمفی‌تئاتر. علیه، ولی دخترها همش نمیتونن بیان اینجا که. عیبی نداره. ما میتونیم تو با بچه‌ها تو خوابگاه تمرین کنیم. بله. پسرها میتونن توی خوابگاه تمرین کنن. به دیالوگا که مسلط شدن، اینجا یا آمفی‌تئاتر ادامه تمرین رو میریم. به افتخار آقا. از خانم سیاسنگی هم میتونیم کمک بگیریم. آره، مخصوصا تو نوشتن دیالوگا. عالیه. خودتون باهاش صحبت کنید. فقط میمونه هزینه‌اش. هزینه‌هاش با من. به جاش بنویسید سرمایه‌گذار دکتر صارمی. منم هستم. یه دقیقه بیا تو اتاق خرید. آقا واقعا میشه جدا جدا تمرین کرد؟ مگه چند تا نقشه هستی هست؟ 3 تا 4 تا. اجازهش با من. اول باید متن رو بنویسی. ابوالفضل میخواد وصیت بکنه. خانم سیاسنگی خواستن شما هم حضور داشته باشین. من؟ بله. خیلی سخت. خواه نخواه از این سختی تو زندگی زیاد پیش میاد. فقط باید یه لطفی بکنی. بفرما. دنبال آقای کاکرودی برو. برو بیارش اینجا. چه ساعتی؟ یه ساعت منده با غروب. 6:30 بیایم خوبه؟ بله خوبه. دیدم بنده خدا گرفته بود. خدا بهشان کمک بکنه. من میخوام بمونم. گفتم برو بگو چشم. اخوی ملاحظه بفرمایید درست مرقوم گردیده. انا لله و انا الیه راجعون. این جانب ابوالفضل. تشریف میارن؟ بله آجاقا. آقا
آقای دکتر. آقای دکتر. سلام. آقا در خدمت. بفرمایید. سلام. زحمت افتاد. انجام وظیفه است خانم. اگه خنده داره بگید ما هم بخندیم. گفتم حالا که تا اینجا اومدی وسط منم بنویس، با وسط ابوالفضل نصف حساب کن. دست شما درد نکنه خواهر، همینجا بشین، اینم بذار همینجا بشین، دست همه درازه، خوشون میخورن. بفرمایید. شما چی گفتی آج آقا؟ گفتم وصیت مفتیه آقای کاکرودی، میگه اگه مفتیه پس وصیت بلند بالایی بنویسیم. وصیتو باید نوشت، دیر و زود داره ولی سوخت و سوز نداره. درست میگم آقای دکتر؟ چی بگم والا، ماشین نو مبارک. ممنونم. به به، چی خریدی؟ 405. خوبه؟ حرف نداره. آدم تا توی یک ماشین درست حسابی نشینه نمیفهمه فرق ماشین با ماشین در چیه. حالا اونایی که میگن اتوماته معلوم نیست چیه. انشالله یه روز بنز بخری آقای کاکرودی. ای آقا، همینم از سرمون زیاده، پولشو با بدبختی جور کردیم. آقای انقرز از مزاحمت. شما مراهمی آقا ابوالفضل. آقایان اول مطالعه بفرمایید بعد امضا کنید. آقای دکتر، آقا ابوالفضل شما رو وصی خودشون قرار دادن. من ابوالفضلم، شما عباس. پرچم ما زمین نمیمونه آقای دکتر. اصلا فکرشو نکرده بودم ابوالفضل عباس. خیلی با مسما گفتی. عالی بود. با اجازه. تشریف بریم؟ نه، برمیگردم گوشه حیاته. بله. Thank you.
لازم به گفتن نیست آقای کاکا. بر لوح